برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک نهاد امدادگر اسپانیایی 117 پناهجوی سوار بر یک قایق ناامن چوبی را در گذرگاه خطرناک در دریای مدیترانه نجات داد. این سازمان روز شنبه 27 خرداد در بیانیه نوشت که این پناهجویان پس از حرکت از بندر سابراتا در 30 کیلومتری سواحل لیبی نجات یافتند. به گزارش رویترز این پناهجویان عمدتاً اهل اریتره، سودان و لیبی هستند و در میان آنها 25 زن و یک پسر 3 ساله هم حضور دارند. خبر نجات این پناهجویان تنها 3 روز پس از واژگونی مرگبار یک قایق حامل صدها پناهجوی دیگر در سواحل یونان پخش شده است. در پی واژگون شدن این قایق در روز 24 خرداد دست کم 79 پناهجو جان دادند، 10 نفر نجات یافتند و شماری از سرنشینان آن ناپدید هستند. در پی گرمای شدید، مرگ و میر و بستری شدن در بیمارستان‌ها در شمال هند رو به افزایش است. طی 3 روز گذشته حدود 90 نفر جان باختند و حدود 400 نفر نیز در بیمارستان ناحیه بالیا در اتار پرادش بستری شدند. مقامات گفتند که حتی تعداد بستری شدن افراد در بیمارستان‌های منطقه در حال افزایش است. در بیانیه‌ای که از سوی اداره بهداشت این ایالت صادر شده، آمده است که 23 نفر در 25 خرداد جان خود را از دست دادند، در حالی که 21 نفر دیگر تا بعد از ظهر 26 خرداد جان باختند. روز شنبه 27 خرداد نیز 10 مورد مرگ در بالیا و 35 مورد مرگ ناشی از گرمای شدید دیگر در پانتا گزارش شده است. گرمای شدید در اتار پرادش هند باعث قطع برق و توقف دسترسی ساکنان به آب و سیستم‌های خنک کننده هوا شده و این موضوع در برخی نقاط باعث برپایی تظاهرات خیابانی هم شده است. منابع محلی در استان هرات در غرب افغانستان میگویند که در پی آتش‌سوزی بامداد روز شنبه 27 خرداد در مرکز تجاری قصر هرات خسارت هنگفته مالی به مغازه‌داران وارد شده و 300 مغازه به گونه کامل در آتش سوخته است. به گفته مغازه‌داران این مرکز تجاری، نزدیک به 100 قرفه سیار در این مرکز نیز در آتش سوخته است و هنوز خسارات مالی ناشی از این آتش سوزی به صورت دقیق برآورده نشده است. مغازه‌داران میگویند تعداد کارمندان آتش نشانی برای مهار این آتش سوزی ناکافی بود و به همین دلیل آتش به تمام بخش‌های این مرکز تجاری سرایت کرد و همه مغازه‌ها در آتش سوختند. اتصالی برق علت این رویداد گفته شده است. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان فعالیت خیریه دیگری را در این شهر به اجرا گذاشت. این دفتر طی اقدامی در روز 26 ذی‌القعده 1444 در میان ده‌ها خانواده از طلاب حوزه علمیه حضرت امام صادق علیه السلام گوشت قربانی توزیع کرد. اقدام مذکور در پی 15 مرحله از اجرای پروژه قربانی کردن گوسفند به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صورت گرفته.